بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر امروز آناتومی ما در مورد اجواف قلبی، پرده های قلبی، در مورد طبقات قلب، پریکاردیوم و در مورد مایکاردیوم است. خب لکچر امروزی ما یک اندازه زیاد است، حوصله مندی تان را میخواهیم. اول میم سر اجواف قلبی. ما قبلا در مورد اجواف قلبی هم صحبت کرده بودیم، گفته بودیم که قلب دارای چهار جوف است یا چهار خالیگاه است، دو زین است و دو بوتنگ است. خب زینش به نام آتریوم یاد میکنن، زین به نام آتریوم یاد میشن. خب او زینی که طرف راست است او را به نام رایت آتریوم برش میگن، رایت آتریوم. خب آتریوم به معنای زین، اصطلاح انگلیسی زین که است آتریوم است و کلمه رایت هم راست، اوزاین طرف راست و همین رقم اوزاین طرف چپ left atrium، left atrium و اوزاین طرف left یا چپ، left هم بمانای چپ. خب دو زاین است، اوزاین طرف راست است right atrium و اوزاین طرف چپ left atrium. و همین رقم ما دو بطنی داریم، بطنی راست بطنی چپ. خب با بطنی برش میکنم ventricle، ventricle. خب ventricle به معنای بطن. خب این بطن چون طرف راست است پس این right ventricle است، right ventricle بطن طرف راست و این هم بطن طرف چپ left left ventricle، left ventricle بطن طرف چپ. خب یه خلاص گرفتیم، رایت ونتریکل بطنی طرف راست، لفت ونتریکل بطنی طرف چپ. خب قلب دارای اینمی چهار جوف است، دو زین است و زین راست و زین چپ و دو بطنی، بطنی راست بطنی چپ و بطنیات که است نسبت با زینات که است بزرگتر است. خب این چهار جوف شامل رایت اتریوم است و زین راست، لفت اتریوم و زین چپ و شامل رایت ونتریکل و لفت ونتریکل. خب اینمی اجواف، اینمی اجواف قلبی که است توسط پرده های قلبی که است از هم جدا میشه یا مجزا میشن. خب ترکیب پرده های قلبی خیلی مهم است که اینمی اجواف جدا میکنه از هم، ترکیب از یکی از نزج منظم است. خب وظیفه پرده های قلبی که از جدا سازی اجواف از هم است، ترکیبش از نظم منظم است. اکثر ساختمان ها که از ترکیبش از نظم منظم می باشند. خب در بین اوزاین راست و چپ در اینجا ما پرده داریم. خب پرده ای که هر دو اوزاین از هم جدا میکنه یا اوزاین راست از چپ جدا میکنه، این پرده به نام انتر از سه کلمه گرفته شده، انتر اتریا، انتر اتریا سپتوم برش میگن، انتر اتریا سپتوم. خود کلمه سپتوم با معنای پرده، اتریا هم از اتریا هم گرفته شده اوزاین و انتر هم میان مانومیتر، انتر هم میان یعنی پرده ای که یعنی پرده ای که میانه هر دو اوزاین است. انتر اتریا سپتوم عبارت از پرده ای است که میان هر دو زاین است، یعنی پرده که میان هر دو زاین است هر دو زاین از هم جدا میکنه. پس وظیفه پرده جدا سازی هر دو زاین از هم است، هر دو زاین از هم جدا میکنن. همین رقم ما پرده داریم میان هر دو بطنی است، اینه با رنگ سیاه میگیریم. خب پرده که میان هر دو بطنی است این پرده به نام انتر در اوجه کلمه اتریال ذکر کردیم، موزاین ذکر کردیم، در اوجه کلمه ونتریکال ذکر میکنیم، انتر ونتریکال سپتوم. ونتریکال هم بطنی، انتر هم میان، سپتوم هم پرده، یعنی پرده که میانه هر دو بطنی هست. خب انتر ونتریکال سپتوم یا پرده میانه هر دو بطنی، این پرده بطنی راست از بطنی چپ جدا میکنه.
این پرده بوتاین طرف راست از بوتاین طرف چپ جدا میکنه. خب پرده اول که از انتر اتریال سپتوم است یا پرده میان هر دو زاین است که هر دو زاین هم جدا میکنه. پرده دیگه انتر ونتریکل سپتوم است، پرده ای است که هر دو بوتاین از هم جدا میکنه. خب دیگه پرده ما داریم که اوزاینات از بوتاینات جدا میکنه. این پرده دیگه اوزاین از اوزاین جدا میکرد یا بوتاین از بوتاین جدا میکرد. پرده دیگه ای داریم که به شکل افقی است که هر دو اوزاین از هر دو بوتاین جدا میکنه. این رو به رنگ سرخ میگیریم. خب این پرده به شکل افقی است، یعنی دو پرده به شکل عمودی بودی به شکل افقی است که هر دو زاین از بوتاین جدا میکنه. خب این پرده که به رنگ سرخ است به نام انتر، نه کلمه انتر ذکر نمیشه، بسیار میبخشی. خب این پرده به نام اتریو ونتریکال، اتریو ونتریکال سپتوم، سپتوم پرده اتریو از اتریام گرفته شده، یعنی اوزاین ونتریکال هم بوتاین، یعنی پرده ای که میان اوزاین و بوتاین است. چون این پرده میان اوزاین و بوتاین است یا میان اوزاینات و بوتاینات است، اوزاینات بوتاین رو جمعش میشه. با ما خاطر به نام اتریو ونتریکال سپتوم میگن، اتریو اوزاین ونتریکال بوتاین سپتوم پرده، یعنی پرده ای که میان اوزاینات و بوتاینات است. پس این سه پرده است که اجواف قلبی را از هم جدا میکنه. انتر اتریال سپتوم هر دو زن از هم جدا میکرد، انتر ونتریکال سپتوم هر دو بوتاین از هم جدا میکرد، اتریو ونتریکال سپتوم که است اوزاینات از بوتاینات جدا میکنه. چهار جواف قلب توسط این پرده های قلبی که از زج مزام ساخته شده از هم مزام میشن یا جدا میشن. خب عالم هم سر طبقات قلبی. خب قلب که است از سه طبقه ساخته شده، ساخت قلب از سه طبقه است. خب این پاک میکنی. خب طبقه داخلی قلب توسط نزی بیتال ساخته شده، طبقه داخلی قلب توسط نزی بیتال ساخته شده. کمی طبقه داخلی قلب به نام اندو کاردیا میاد میشه. خب طبقه داخلی قلب توسط حجرات اپیتال ساخته شده که به نام اندو کاردیا میاد میشه. خب پس طبقه داخلی که است به نام اندو کاردیا، اندو کاردیا از دو کلمه گرفته شده. خود کلمه اندو به معنای داخل، کاردیا هم به معنای قلب، یعنی طبقه داخلی قلب. کلمه طبقه رو اضافه میکنیم، طبقه داخلی قلب که از بنام اندو کاردیا میاد میشه. اندو داخل، کاردیا قلب. کاردیا اصطلاح لاتینیسته، به انگلیسی برش هارت میگن قلبه، یعنی طبقه داخلی قلب. طبقه داخلی قلب که سر توسط نزج اپیتال ساخته شده، توسط نزج اپیتال، اپیتال طبقه داخلی قلب میسازه که بنام اندو کاردیا میاد میشه. خب بعد از طبقه داخلی که است طبقه عضلاتی قلب است، عضلات است به شکل، طبقه عضلاتی قلب است. طبقه اول که است طبقه داخلی بود که از نزد اپیتال ساخته شده، طبقه دوم که است یا طبقه وسطی از عضلات ساخته شده که اطراف قلب احاطه کرده، اطراف بوتاینات اطراف زینات توسط عضله احاطه شده، به نام مایوکاردی میاد میشه یا عضله قلبی برش میگن. خب بعد از طبقه داخلی طبقه عضلاتی است که طبقه عضلاتی رو برش میگن به این طرف میگیریم به نام مایوکاردیا، مایوکاردیا از دو کلمه گرفته شده. خب کاردیا قبلا ما گفتم کاردیوم به معنای قلب اصطلاح لاتینی است، مایو به معنای عضله ما میده، این هم اصطلاح لاتینی است.
از لر به انگلیسی برش مسل میگن، اما مایو اصطلاح لاتینیش است. یعنی طبقه عضلاتی قلب، این طبقه عضلاتی قلب است. چون طبقه از عضلات ساخته شده. یک طبقه داخلی بود، اندوکاردیوم بود که از نزدیک بیتال ساخته شده بود. دیگه طبقه عضلاتی قلب است که اطراف قلب احاطه کرده، به نام مایو کاردیوم یاد میشه. مایو عضله، کاردیوم قلب، طبقه عضلاتی قلب. اب سر طبقه عضلاتی قلب هم گپ میزنیم. چون این طبقه است باعث حرکات قلب میشن. خب بعد از اینکه از دیگه طبقه است، البته قلب پوش میکنه، طبقه قلب پوش میکنه و دو لایه داره. یک لایه چسبیده با قلب است، قسم شما در رسم میبینید چسبیده با قلب است. خب رنگ سیاه ما دیگه طبقه است که از دو لایه ساخته شده. یک لایه چسبیده با قلب است، یک لایه از اینکه فاصله داره، با قلب چسبیده نیست، با جدار صدر با تماس جدار صدر است. خب اینمی طبقه که من حیث یک پوش عمل بکنه، این طبقه برام پیریکاردیوم یاد میشه. خب رنگ سیاه ما که در اطراف قلب است و قلب پوش میکنه که دو لایه داشت، یک لایه دو لایه، یک لایه با قلب وصل است، دیگه لایه از قلب دور است. خب یعنی می لایه رو با رنگ سبز گرفتیم، یعنی می بنامه پیری کاردیم یاد میشه. پیری کاردیم، خب کاردیم به معنای قلب ذکر کردیم، خود کلمه پیری اطراف ما رو میده اطراف، چون این طبقه که از در اطراف قلب قرار داره به مخاطر طبقه اطراف قلبی برش میگن، پیری برش استفاده کردن. یعنی طبقه که در اطراف قلب قرار داره، این طبقه که از من حیث یک پوش عمل میکنه، یعنی در حقیقت پوش قلبی هست، قلب پوش کرده. این طبقه که از طبقه پریکاردیوم ترکیب از یکی از نزج منظم است، ترکیب از نزج منظم است. یعنی طبقه داخلی که اندوکاردیوم یاد میشد ترکیبش از نزج پیتال بود. طبقه وسطی رنگ سرخ مکمران مای کاردیوم یاد میشد طبقه عضلاتی بود. و بعد آخر طبقه بیرونی که من حیث یک پوش عمل بکنه پیری کاردیوم است که از نزج منظم ساخته شده. یعنی ترکیب قلب از سه چیز است، نزج بیتر، نزج عضلاتی و نزج منظم. خب طبقه پیری کاردیوم که من حیث یک پوش عمل میکنه و هم و این دو لایه داره، این لایه اولش است، لایه اولش که از با قلب چسبیده است و لایه دومش از قلب دور است. خب لایه نمبر اول از یک است، خب لایه نمبر اول از اینکه با قلب با تماس قلب است، به نام وسترال لیر یاد میکنن، وسترال لیر برش میگن. خود کلمه وسترال به معنای حشوی، حشوی اصطلاح عربیش به معنای عضوی معنا میده. لیر هم لایه، یعنی لایه که با تماس عضو است، لایه که با تماس عضو است، دیگه عضو قلب است. چون لایه نمبر اول ما با قلب در تماس است، لایه مکمل کاملا با قلب در تماس است، با مخاطر ایره وسر لیار میگه، لایه حشایی یا لایه که همراه عضو در تماس است. و لایه نمبر دو که از قلب دور است و به جدار صدر نزدیک است، لایه نمبر دو نزدیک به جدار صدر است یا همراه جدار صدر به تماس است، با مخاطر این لایه نمبر دوم است. خب این لایه نمبر اول شد لایه حشایی عضوی شد که باز در تماس است با قلب، و لایه نمبر دوم ما، لایه نمبر دوم ما بنامه پریتال لیر یاد میشه. پریتال لیر، خب خود کلمه پریتال جداری منامیده، لیر هم لایه، لایه جداری یا لایه که با تماس، لایه که با تماس جداره صدر است. چون این لایه به تماس جدار صدر است، لایه نمبر دو به تماس جدار صدر است، به مخاطر این برام لایه جداری میگن. لایه نمبر یک با قلب تماس بود، لایه حشوی بر گفتن و سرال گفتن، لایه عضوی که باز بوده تماس است. و لایه نمبر دو که است از قلب دور است و نزدیک به جدار صدر است، به مخاطر این برام پریتال لیر یاد میگن، لایه جداری برش میگن که با جدار صدر در تماس است. پس پریکاردیوم که است از دو لایه ساخته شده، لایه حشوی است که با قلب تماس است و لایه جداری است که با جدار صدر به تماس می باشه.
و پریکاردیم ترکیبش از نظم منظم است و این قصد اطراف قلب پوش میکنه. ما قبلا گفته بودیم رول نظم منظم پوششی از پوش میکنه اکثر ساختمان ها را درجه قلب پوش کردن. خب امی پریکاردیم که است در بین هر دو لایه، لایه نمبر یک یا لایه نمبر دوی ازی یا لایه حشوی و جداری ازی که از فاصله وجود داره، کی فاصله را منام پریکاردیال سپیس برشاد میکنن. پیری کاردیال پریکاردیام از پریکاردیام گرفته شده سپیس برش من داخل کلمه سپیس اضافه میکنیم. خود کلمه سپیس فاصله مانا میکنه و همچه منام پریکاردیال کویتی هم برش میگن. خود کویتی که از به مانای حفره مانا میده یا خالیگاه، چون یک حفره است یک خالیگاه است بین هر دو لایه، یا که سپیس از فاصله هست بین هر دو لایه. با ما خود مانام پریکاردیال سپیس یعنی فاصله پریکاردیوم یا حفره پریکاردیوم. خب در این فاصله که بین لایه حشوی و جداری است، در این فاصله که از مایع موجود است، یک مقدار مایع موجود است. در اطراف قلب است مایع است، رنگ سبز و مایع است. در اطراف قلب مایع است. پس این پریکاردیال اسپیس چیزی که موجود است عبارت از مایع است. تقریبا 5 الی 10 سی مایع موجود است. مقدار مایع 5 الی 10 سی سی است. بس که تا با 10 الی 15 سی میگن. یک مقدار مایع ناچیز در این فاصله موجود است. خب این مایع سبب میشه که در اطراف قلب حرکات قلب تسهیل میسازه، آسان میسازه. قلب داره که داره تقلص میکنه، استرخا میکنه که دور در حرکاتش هم گرد میزنه، یعنی قلب خود میکنه کلان میکنه. خب این حرکات قلب عمی مایی که در اطرافش هسته آسان میسازه. پس رول مایی که است تسهیل ساختن حرکات قلب است، آسان ساختن حرکات قلب است، حرکات قلب آسان میکنه. و دیگه ای که اینمی مایی که است در حقیقت سبب میشه که قلب از استحقاق یا صدمه جلوگیری کنن. فرض کنیم اگر مایی نباشه خلق خدا یک دفع خود میکنه یک دفع کلان میکنه، در وقت کلان شدن کسی با جدار صدر تماس پیدا میکنه، همین وقت است که قلب بر صدمه وارد میشه و استحقاق موجی میشه. این وقتی که مایی در طرفش باشه، وقتی که خورد کرد و خود کلان میسازه، در این وقت است که همراه مایی برخورد میکنه و مایی طبیعتا یک چیز نرم است. پس این مایی سبب میشه قلب از صدمه جلوگیری کنه. پس رول دیگه ما یک از جلوگیری از صدمه قلب است. جلوگیری از صدمه قلب است. باجدار صدمه. پس همین ما یک از یکی حرکات قلب آسان می ساخت و دیگه ای که جلوگیری از صدمه قلب می کنم. خب می هم سر خود پریکاردیم. رول خود پریکاردیم چه سو رول مایش بود. یکی خود پریکاردیم پوش کرد. دیگه ای که همین پریکاردیوم که هست همین پشت که در اطراف قلب قرار داره قلب محافظه میکنه. رول از این یکی محافظه قلب شد، محافظه قلب، قلب محافظه میکنه خود پریکاردیوم و همین پشت. و دیگه ای که قلب تثبیت میکنه در موقعتش. رول دیگه ایش که هست تثبیت قلب در موقعتش هستن. قلب در موقعتش تثبیت میکنه. این پوست سبب میشه قلب در موقعتش ثابت باشه، تثبیت باشه و از بجا شدن قلب جلوگیری میکنه. پس رول نمبر اول از پریکاردیوم که است محافظه قلب است، قلب محافظه میکنه این پوست و در قلب در موقعتش تثبیت میکنه و از بجا شدن قلب جلوگیری میکنه. و رول مایش هم حرکات قلب آسان میکنه و جلوگیری از صدمه قلبی میکنه. خب و دیگر رولش که است قلب احیانا زیاد کشش پیدا کنه یا زیاد پر از خون شود، از اون حالت همین جلوگیری میکنه. یعنی از کش شدن زیاد، از کشش یا کش شدن زیاد قلب هم جلوگیری میکنم. خب پس این پریکاردیوم خیلی مهم است. خب طبقه داخلی به نام اندوکاردیوم یاد میشه که از نسج پیتال ساخته شده. خب طبقه بعدیش که از طبقه عضلاتی به نام مایکاردیوم یاد میشه. و بالاخره طبقه بیرونیش که است یک پوش است که به نام پریکاردیوم یاد میشه. این ترکیبش از نظم منظم از دو لایه داره، لایه حشوی لایه جداری. در بین لایه حشوی جداری فاصله موجود است که برام پریکاردیال اسپیس یاد میشه که در اطراف از این مایع است. رول مایع تسهیل حرکات قلب است و جلوگیری از صدمه قلب است. و خود رول پریکاردیال محافظه قلب است
ثابت نگه داشتن قلب در مرخصش است و دیگه ای که جلوگیر از کشش زیاد قلب هم میکنن، از پر شدن زیاد قلب در صد خون. خب این بود در موارد طبقات قلبی. قلب هم سه طبقه رو داره. خب حال میریم در موارد مایکاردیوم گپ میزنیم، چون مایکاردیوم که از در حرکات قلب رول داره. ببینیم که چطور مایکاردیوم باعث حرکات قلبی میشه. خب مایکاردیوم قبلا هم گفتیم مای با مانای عضله، مای با مانای عضله، کاردیوم هم اصطلاح لاتینی است با مانای قلب. قلب یعنی بخش عضلاتی قلب. و همچنین در مورد انورس رنگ هم بحث میکنیم. خب انمی بخش مایکاردیوم قلبی که است، بخش عضلاتی قلب در اطراف قلب قرار داره، این بخش است که باعث حرکات قلب میشه. همین حرکات قلب عبارت از تقلص سرخاست در توسط بخش مایکاردیوم اجبا میشه. خب این رنگ سرخ ما عبارت از طبقه مایکاردیوم یا طبقه عضلاتی قلب است. خب همین طبقه عبارت است، بازم ذکرش میکنیم، مایو کاردیوم است، مایو کاردیوم که در بالا ذکر کردیم، بخش عضلاتی قلب. خب این بخش عضلاتی قلب است که باعث حرکات در قلب میشه، باعث ایجاد حرکات در قلب میشه. حرکات قلب هم به دو شکل است. خب یک حرکت قلب که است تقلص است، شامل تقلص. خب تقلص عبارت از پروسه است که عضله قلبی کوچک میشه. یعنی تقلص که از عضله قلبی منقبض میشه یا کوچک میشه. و دیگر حرکت قلب که است یا حرکت قلب عبارت است استرخا هست. استرخا، استرخا که استرخا اصطلاح عربی است، ما برش استراحت میگیم. حرکت دیگه قلب استراحت است، استرخا از قلب استراحت بکنه. در این حالت عضله قلب توسل میکنه، توسل به معنی کلان شدن. عضله قلب کلان میشه. یعنی حرکات قلب دو رقم است، یا قلب تقلص میکنه یا کوچک میشه، یا یکی قلب استرخا میکنه یا توسل میکنه. استرخا به معنای استراحت است. دمیز استرخا استراحت است، قلب توسل میکنه. یعنی حرکات قلب دو رقم است، یا کوچک میشه یا بزرگ میشه. حال ما ببینیم بخش مایکاردیوم که این حرکات قلب توسط مایکاردیوم اجرا میشه، توسط بخش عضلاتی قلب است. خب ما گفته بودیم خون ناپاک از اطراف علوی و از اطراف سفلی جمع میشه. خون کاربون دای اکساید خون ناپاک است و انتقال میکنه به بطین طرف راست. خب این طرف بطین طرف راست است، بطین طرف راست است. خب و یکی از بطین طرف چپ است. خب خون انتقال میکنه، خون ناپاک از اوزین طرف راست و بطین طرف راست. خب این اوزین طرف راست شد و این طرف اوزین طرف چپ است. خب زمانی که خون انتقال کرد از اوزین طرف راست و بطین طرف راست، این خون باید به طرف پلمونی ترنک باید پم شوه. خب اینی پلمونی ترنک است، پیتی پلمونی ترنک است و شعباتش پلمونی دیارتریست است. یا شیریان دیوی، شیریان دیوی طرف راست است، شیریان دیوی طرف چپ است. خب الان باید خون ناپاک با پلمونی ترنک پم شوه تا اینکه به شش بره تصفیه شوه. خب دیجه باید بطین طرف راست باید فشرده شوه تا اینکه خون تله شوه. دیجه این بخش مایکاردیوم و بخش عضلاتی بطین راست که است، مختار از اینکه خون به طرف پلمونی ترنک پم شوه، این تقلص میکنه. اینمی تقلص است. تقلص پروسه است که عضله قلب کوچک میشه. ما گفتیم حرکات قلب دو رقم است، یکی تقلص است دیگه استرخاست. خب این تقلص میکنه تا اینکه بطن طرف راست فشرده شوه تا اینکه خون تله شوه با پلمونی ترنک و بالاخره انتقال کنه به شش تا تصفیه شوه. یعنی در اثر تقلص عضله قلب بطینات فشرده میشه، چون عضله کوچک میشه بطین فشرده میشه، بطین هم کوچک میشه و این خون تله میشه. پس تقلص عضله قلبی باعث راندن خون میشه یا باعث پم شدن یا خارج شدن
خون میشه. سبب از این میشه که خون فهم شده یا خارج شده یا وارد. اگه وارد بکنه خوبتر میشه. کی وارده؟ پلمونری ترانک شده. خب یک مرحله از قلب تقلص میکنه تا اینکه خون تیله شده یا وارد پلمونری ترانک شده یا خون خارج شده. مرحله دیگر که است عضله قلب، خصوصا عضله بطن طرف راست، بخش عضلاتی ازی که به رنگ سبز میگیریم استرخا میکنه. دیگر مرحله ازی استرخاست. استرخا با مفهوم استراحت، ما استراحت داشتیم. دسترخا که از عضله قلب متوسعه میشه، کلان میشه. قبلا ما گفتیم متوسعه یا کلان میشه. دیگر مرحله، یک مرحله خود تقلص کرد، عضله قلب فشرده شد تا اینکه خونه تیله کرد. دیگر مرحله عضله قلب استراحت میکنه، استرخا میکنه. استرخا ایزی بایی خاطر است خون ناپاک که بازه این راست آمده این به بطن راست تخلیه شده، به اون خاطر استراحت میکنه که خون وارد بطن طرف راست شده یا خون از بالا به پایین بیاد. وقتی که استراحت میکنه این پر از خون میشه، وقتی پر از خون شد باز همی خونه با تقلص خود پم میکنه، خارجش میکنه، بازی استراحت میکنه، استرخا میکنه. در وقت استراحت است که فرصت پیدا میشه خون از بازه راست به بطن راست بیاد و این پر از خون میشه. باز که پر از خون شد اون مقدار خونه پم میکنه با تقلص خود، خارجش میکنه، باز استراحت میکنه، باز خون از بالا برش میاد، خون پر میشه بطن، باز همین خونه خارج میکنه با تقلص خود. یعنی استرخای استراحت ازی که است استراحت قلب بخاطر پر شدن خون است، بخاطر پر شدن خون است که بطن خون پر شود، فرصت به پر شدن خون باشه. پس حرکات قلب دو رقم است که توسط مایکاردیم بخش عضلاتی قلب اجرا میشه. یک مرحله قلب تقلص میکنه تا اینکه خون خارج شود یا وارد پلمونری ترانک شود که یک پروسه فعال است که در اینجا عضله قلب فعالیت اجرا کرده. چون فعالیت اجرا کرده پس یک پروسه فعال است، پروسه فعال است. پس تقلص یک پروسه فعال است و استرخا است استراحت است، پس یک پروسه غیر فعال است که بخاطر پر شدن خون است که از بالا خون پر شود و هم خون پسی پمپ بسازد. پس استرخا از نامش پیدا، استراحت خودش یک پروسه غیر فعال است، غیر فعال است که فعالیت صورت نگرفته و این بخاطر پر شدن خون است. پس حرکات قلب می دو تاست، تقلص است و استرخا است. تقلص کوچک شدن عضله قلب است، استرخا استراحت عضله قلب است. این توسط مایکاردیوم که است اجرا میشه توسط بخش عضلاتی قلب. عین گپ در عضله بطن چپ هم است. خب در بطن چپ وقتی خون تصفیه میشه پاک میشه، انتقال میکنه خون اکسیژندار به بطن طرف چپ، از این طرف چپ انتقال میکنه خون پاک به بطن طرف چپ. حال وقتی از اینکه این خون وارد ابهر شوه و به تمام بدن تقسیم شوه، خب این آورتا است، ابهر است. خب وقتی از این خون خارج شوه در میجه بخش عضلاتی بطن چپ این هم تقلص میکنه، خدا کوچک میشه. وقت تقلص کرد بطن طرف چپ فشرده میشه، یعنی که خون خارج میشه، خون پاک خارج میشه، خون اکسیژن دار هم به اطراف عروقی میره و هم به اطراف سفلی خون پاک تقسیم میشه. یعنی نمی تقلص عضله قلب سبب میشه تا اینکه خون خارج شود. چرا تقلص سبب میشه؟ که بطن فشرده شه و سبب شه خون خارج شود. و به می رقم عضله بطن چپ استرخا هم میکنه، استرخا یا استراحت میکنه. خب استراحت قلب هستم به این خاطر میکنم تا اینکه خون از بطن چپ، خون پاک البته، با بطن طرف چپ بیا، از عضلین چپ با بطن چپ بیا، استراحت میکنه. استراحت که خون پاک شده میخونه باز تقلص میکنه، خارجش میکنه. خب یا نه نگم که دیجه است، دیجه هم است. تقلص بخاطر خارج ساختن خون است، استرخا بخاطر پاک شدن خون است. خب اینمی حرکات قلب توسط مایکاردیوم صورت میگیره. خب اینمی پروسه تقلصی قلب که باعث خارج ساختن خون میشه در هر دو بطن، در هر دو بخش عضلاتیش، این بنام سیستول هم یاد میشه. سیستول که از عبارت از همون پروسه فعال یا پروسه تقلصی قلب است که خون خارج میکنه و همین پروسه استرخای عضلات قلب، قلب استراحت میکنه، استرخا میکنه و بخاطر پر شدن خون است، این بنام دیاستول هم یاد میشه، دیاستول. پس حرکات قلب به می دو شکل است، یا سیستول است یا دیاستول است. سیستول همون پروسه تقلصی قلب است که خون خارج میکنه، دیاستول عبارت است استرخا استراحت قلب است که در این وقت خون پر میشه.
که نام های دیگه هستن. خب این بود در مورد حرکات قلب که توسط مایوکاردیوم صورت میگیره. حرکات قلب توسط مایوکاردیوم صورت میگیره. خب میام سر آنولس رنگ. در اطراف قلب که هست ما یک حلقه داریم. در اطراف قلب یکی خب پرده ها بود که با پرده ها مغالطه نکنیم که اجواف از هم جدا میکرد. او جدا مثلا است و یه حلقه جدا است. به این شکل حلقه است در اطراف قلب حلقه است که حلقه بین و زینات و بطینات است. این می حلقه که است به شکل رنگ است، به شکل یک حلقه است. به او خاطر این به نام این می حلقه را به نام آنولس رنگ یاد میکنم. نو جو ذکر کردیم، بازم ذکر میکنم به نام آنولس رنگ نه آنولس فیبروز بارش میگن. آنولس فیبروز است. خب رنگ غلط است بخاطر از اینکه رنگ هم حلقه مانا میده، آنولس هم به معنای حلقه مانا میده. رنگ اصطلاح انگلیسیش است، آنولس اصطلاح لاتینیش است. آنولس به معنای حلقه و فیبروز است سخت مانا میده. اگه اصطلاح داریم به نام فیبروز یا فیبروزی بارش میگن سخت. اینو میگن حلقه سخت. به این خاطر این حلقه حلقه سخت میگن چون ترکیب از یک است، ترکیب امی حلقه از نزد منظم سخت است. نزد منظم سخت است چون ترکیبی از نزد منظم سخت است. به همون خاطر به نام آنولس فیبروزس میگن حلقه سخت برش میگن. این حلقه سخت که است در اطراف قلب موجود است، در بین و زین بطن قرار دارد. خب رول این حلقه که است، وظیفه این حلقه است که بخش عضلاتی یا مایوکاردیوم هر دو زینه از بخش عضلاتی هر دو بطن جدا میکنند. پس رول از یک است جداسازی بخش عضلاتی آزین از بخش عضلاتی بطن است. وظیفه جداسازی بخش عضلاتی آزینات از بخش عضلاتی بطینات است. پس وظیفه فیزیک جدا سازی بخش عضلاتی زینات است، بطینات است. خب این رول نمبر یکش. رول نمبر دوی از یک است دینمی حلقه فیبروزی که دینمی حلقه که است والای قلبی که از دینمی قسمت نصب میشن یا تثبیت میشن. ما والای قلبی رو خوانده بودیم 3-4 وال بود یا دستمای قلبی. یکی واله تری کاسپید وال بود که بین زین راست و بطن راست موجود بود. دیگه وال بای کاسپید بود که بین زین چپ و بطن چپ قرار داشت. دیگه وال دسام ریوی بود، پلمونری وال بود که وال نیمه هلالی بود. همین والا که از دینمی حلقه وصل میشه. دیگه وال ابهر است. البته ابهر در این قسمت نیست، ابهر به طرف پلمونی ترنگ، به طرف شریان ریوی، به اون طرف مسیرش است. خب ما در این رسم کنیم چون کار بخاطر ازی که مغالطه نشه به شما آسان شود. ابهر کس به این شکل منشا بگیره و وال ابهر کس اگر برنگ سرخ بگیریم دینمی حلقه فیبروزی کس تثبیت میشه که برام اورتیک وال بیاد میشه و وال پلمونری به نام پلمونری وال بیاد میشه. ما 4 وال داشتیم، ترای کسپید وال، بای کسپید وال، آورتیک وال که مربوط به ابهر بود و پلمونی وال مربوط به پلمونی ترنگ بود. اینمی 4 وال قلبی که از دینمی حلقه آنولس فیبروز است، دینمی حلقه که است نصب میشن. پس رول دیگه از یک است نصب وال های قلبی است. 4 وال است. رول دیگه از یک است نصب وال ها یا دسام های قلبی است. ما 4 دسام داشتیم. وال های قلبی که از دینمی حلقه در این حلقه که است نصب میشه یا تثبیت میشه. خب آنولس فیبروز است عبارت است نزد منظم سخت است که اطراف قلب احاطه کرده و زینات در میان و زین بطن قرار داره و بخش عضلاتی یا بخش مایوکاردیوم هر دو زینه از بخش عضلاتی هر دو بطن جدا میکنه و دیگه والای قلب که است در این حلقه آنولس یا در این حلقه فیبروزی که است نصب میشه یا تثبیت میشه. و رول دیگه ازی که است من حیث یک عایق عمل میکنه. من حیث یک عایق برقی عمل میکنم. ما یک سیستم برقی قلب داریم که دیگه لکچر انشاءالله میخوانیم. سیستم برقی قلب کسته از زن شروع میشه و یه انتقال میکنه
به بوتاین انتقال میکنه سیستم برقی قلب. خب اینم این حلقه که است منحیث یکایق عمل میکنه، اجازه نمیده که سیستم برقی قلب انتقال کنه. نباید هر وقت سیستم برقی قلب فعال باشه و انتقال کنه، به خاطر این منحیث یکایق عمل میکنه. یعنی ما انتقال سیستم برقی قلب میشه که دیگه لکچر میخوانیم. پس حلقه فیبروزی رولر جدا سازی بخش عضلات قلب است، نصب والهای قلبی است و منحیث یک عایق برقی عمل میکنه. جریانات برقی اجازه نمیده که از این بابتن انتقال کنه. و اینمی انونس فیبروزیس که است به اگنام دیگه هم یاد میشه که نمیده باز بنامه که اینجا ذکرش میکنم بنامه کاردیاک اسکلیتال هم یاد میکنن. اسکلیتال منام اسکلیت قلبی هم یاد میشه. اسکلیت منامه تا اسکلیت کاردیاک هم قلب منام اسکلیت قلبی هم یاد میشه، چون من هایش یک اسکلیت عمل میکنم. پس کاردیاک اسکلیت بارد از همون انالوس فیبروز است، همون حلقه فیبروزی است. خب این بود لکچر امروزی ما. خدا کنه که چیزه یاد گرفته باشید.